سلام علیکم، سلام علیکم. یه سری فاندیشن داریم که استیک یا صابونی هست که من الان مدل hourglassش رو دارم بهتون نشون میدم. معمولا وقتی صحبت از فاندیشن صابونی میکنیم یا که پودر صابونی میکنیم انتظار داریم خود چرب باشه، پس مناسب برای پوستای چرب نیست، بیشتر برای پوستای خشک یا دیهایدریت یا همون پوستای تشنه استفاده میکنیم. این نوعی که من الان دارم واقعا مناسب همه نوع چیز هست، ولی اول بیس صابونی ها اینجوری بود که مخصوصا پوستای خوش بود که اصلا پوستای چرب ازش واقعا بدشون میاد. کسی که پوست چرب داره یا پوست مثلا میکس داره اصلا نوع استیکو دوست نداره یا صابونی رو دوست نداره، برای اینکه بعد یه مدت قشنگ میریزه پایین. ولی این نوعی که من دارم اسمش هست hourglass، واقعا مناسب برای هر نوع پوستی هست به استثنای پوستای خیلی چرب یا پوستایی که زود عرق میکنن، اونا زیاد براشون مناسب نیست، یا اینکه باید بیسشون رو کاملا درست بکنن، یعنی باید بیستو کاملا مناسب با پوست چربت بکنی، خشک بکنه، بگیره، جذب بکنه، از بیسای جذب روغن استفاده بکنی، بعد اینو بزنی روش. من از نظر استفاده خیلی راحته، میتونی مستقیم روی پوستت بزنی به این شکل، و بلند کردنش معمولا اگه میخوای پوشانندگی کمی داشته باشه، من از این براش ها استفاده میکنم، یا این این ستا از مورد علاقه های منه. گفتم من راجع به براش اصلا چیز ندارم، هیچ محدودیتی ندارم، هر چی دلم بخواد استفاده میکنم، احساس میکنم با شراحتم استفاده میکنم، برام فرق نمیکنه. ولی مثلا برای استیک یا برای صابونی بیشتر از اینا استفاده میکنم. این خوبیش اینه که خیلی روی سطح چه نشون میده، چی میگن، پوشانندگی کم میکنه، ولی میتونی فقط روش اینطوری بکشی. ببینید اینو میکشم یه ذره واسه اینکه باید اون صابون توی کل صورت پخش بشه. در حال حاضر یک سری استیک یا یه سری فاندیشن ها یا کرم پوچ های صابونی اومده که اتفاقا مخصوص پوستای چربه، یعنی اینکه بیسشون ترکیباتشون پودریه، مثل اون جیوانشیه توی کرم بهتون نشون دادم، اونا هم همین جوریه که حتی اگر در معرض هوا قرار بگیره زود خشک میشه و نمیشه استفاده کرد. کاری هم که نمیشه استفاده کرد که باید گرمش کنیم. الان تقریبا مناسب با پوستای همه نوع پوست درست میکنم، ولی میگم باید بزنیم به پوستتون ببینیم چقدر درصد غلظت داره و چقدر توش روغن احساس میکنین، اون موقع اگر خواستین مثلا پوستای چرب هم استفاده کنن خیلی هم مناسبه. hourglass واقعا مناسبه هر پوستیه، من خودم این مارکو خیلی دوست دارم، جزو مارکای لوکس همپایه دیور و جیوانشی و مارک جیکوبز، و اینکه برای معمولا hourglass چیزایی درست میکنه که محصولاتی درست میکنه که پوست به سمت نچرال میره و شفافیت خودش رو نگه میداره. اینم در مورد فاندیشن های استیک یا صابونی، مدل های مختلف و مارک های مختلف هستن. اگر سوالی دارید، اگر چیز خاصی هست، حتما به من دایرکت کنین، حتما به من بگین، من سوال از من بپرسین، من حتما براتون توضیح میدم، یا اینکه میام ویدیو درست میکنم. خیلی ممنون. سلام علیکم، سلام علیکم. یه سری فاندیشن داریم که استیک یا صابونی هست که من الان مدل hourglassش رو دارم بهتون نشون میدم. معمولا وقتی صحبت از فاندیشن صابونی میکنیم یا که پودر صابونی میکنیم انتظار داریم خود چرب باشه، پس مناسب برای پوستای چرب نیست، بیشتر برای پوستای خشک یا دیهایدریت یا همون پوستای تشنه استفاده میکنیم. این نوعی که من الان دارم واقعا مناسب همه نوع چیز هست، ولی اول بیس صابونی ها اینجوری بود که مخصوصا پوستای خشک بود که اصلا پوستای چرب ازش واقعا بدشون میاد. کسی که پوست چرب داره یا پوست مثلا میکس داره اصلا نوع استیکو دوست نداره یا صابونی رو دوست نداره، برای اینکه بعد یه مدت قشنگ میریزه پایین. ولی این نوعی که من دارم اسمش هست hourglass، واقعا مناسب برای هر نوع پوستی هست به استثنای پوستای خیلی چرب یا
پوستایی که زود عرق میکنن اونا زیاد براشون مناسب نیست، یا این که باید بیسشون رو کاملا درست بکنن، یعنی باید بیست رو کاملا مناسب با پوست چپت بکنی، خشک بکنه، بگیره، جذب بکنه، از بیسای جذب روغن استفاده بکنی، بعد اینو بزنی روش. من از نظر استفاده خیلی راحته، میتونی مستقیم روی پوستت بزنی به این شکل، و بلند کردنش معمولا اگه میخوای پوشانندگی کمی داشته باشه، من از این براش ها استفاده میکنم، این ستا از مورد علاقه منه. گفتم من راجع به براش اصلا چیز ندارم، هیچ محدودیتی ندارم، هرچی دلم بخواد استفاده میکنم، احساس میکنم باش راحتم استفاده میکنم، برام فرق نمیکنه. ولی مثلا برای استیک یا برای صابونی بیشتر از اینا استفاده میکنم. این خوبیش اینه که خیلی روی سطح نشون میده، چی میگن، پوشانندگی کم میکنه، ولی میتونی فقط روش اینطوری بکشی. ببینید اینو میکشم یه ذره واسه اینکه باید اون صابون توی کل صورت پخش بشه. در حال حاضر یک سری استیک یا یه سری فاوندیشن ها یا کرم پودر های صابونی اومده که اتفاقا مخصوص پوستای چربه، یعنی اینکه بیسشون، ترکیباتشون پودریه، مثل اون ژیوانشیه توی کرم بهتون نشون دادم، اونا هم همین جوریه که حتی اگر در معرض هوا قرار بگیره زود خشک میشه و نمیشه استفاده کرد. کاری هم که نمیشه استفاده کرد که باید گرمش کنی. الان تقریبا مناسب با پوستای همه نوع پوست درست میکنم، ولی میگم باید بزنین به پوستتون ببینین چقدر درصد غلظت داره و چقدر توش روغن احساس میکنین، اون موقع اگر خواستین مثلا پوستای چرب هم استفاده کنن خیلی هم مناسبه. اورگلاس واقعا مناسب هر پوستیه، من خودم این مارکو خیلی دوست دارم، جز مارکای لوکس همپایه دیور و جیوانشی و مارک جیکوبز، و اینکه برای معمولا اورگلاس چیزایی درست میکنه که محصولات درست میکنه که پوست به سمت نچرال میره و شفافیت خودش رو نگه میداره. اینم در مورد فاندیشن های استیک یا صابونی، مدل های مختلف و مارک های مختلف هستن. اگر سوالی دارید، اگر چیز خاصی هست، حتما به من دایرکت کنین، حتما به من بگین، من سوال از من بپرسین، من حتما براتون توضیح میدم، یا اینکه میام ویدیو درست میکنم. خیلی ممنون.